سلام میگم خدمت بینندگان عزیز برنامه محفل. افتخار داشتیم در یک محفل قرآنی خدمت دوستان باشیم. دوستان همه از بینندگان برنامه محفل، خلاصه طرفدار پروپا قرصن. دوستان چطور بود برنامه؟ عالی. دوست دارید ادامه داشته باشه؟ اون شور و نشاط، اون عشق به قرآن تو دلتون زنده شد؟ یک صلوات برای سلامتی بینندگان محفل هم خط کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد. ممنون. سلام به همه موجودانش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد فرج الفرج. محفل یه معاشرت قبل افطاریه، یه مجالست و معانست و یه رفاقته. قراره که با هم بشینیم و صفا بکنیم. 5 تا میزبان داریم، قرار نیست قضاوت کنن، قرار نیست داوری بکنن و آدمهایی که عنواندار، ناماشنا و البته غیر ناماشنا یک به یک میان اینجا کاراشون رو برای شما اجرا میکنن، تلاوتهای درجه یک دارن و و و و و, و امیدوارم که شما لذت ببرید. اگه محفل بتونه سر شما رو به سمت آسمون برگردونه تو دقایق قبل افطار، ما بردیم. خیلی خوش آمدین و بفرمایید. یا اهلا به جناب دکتر مشتاقین. آقای دکتر که الان داره تلاوت میکنه. این کار رو با دل گوش بدید. یا ایها المدثر المزمل جبریل جاء قاصدا. بقیهش بلد نیستم. زوقی جان با آقای رضوان درویش بگو این بچه ها فرانسه بلد نیستن. میخوام ما کمکت بکنیم. بخونید برامون. حالا که اینجوری خوب بلدی مهمونت بکنم به یه چیک ترمه. این باره رو انگار رو کوه گذاشتن، بعد سنگینی میکنه، بعد این کوه ها خاش. چقدر سخته این کار. کی بود داشت به اصطلاح بیت باکس انجام میداد؟ یا حمام المدینه سلم علی نبینا و انا مالی و مالی لعیبت بدید. رفتم پشت بوم گرفتم لبه خیابون. خودشه. درسته. آره ساله خودشه. نصف عکسای صفحه آقای ابوالقاسمی با آقای پورزرگریه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله صلى الله
سلام سلم يا سلام سلم ما شاء الله احسنتم آفرین ما شاء الله خب از استان جان اولش ما فکر می‌کردیم پلی بک آره نه آقا اون آقا داشت اون آقا دیگه که داره ریتم و نیر می‌داره سلام عیدتون مبارک نام سلام حالا با زبون خودشو فکر می‌کنم میشه قتلی بولسون ها آره آره خب ترکمن ها ترکمن نجیره حلنگیز حالا که اینجوری خوب بلدی مهمونت کنم به یه چیکدیرمه بله بهترین غذای اونجا چیکدیرمه بله خب کی بود داشت به اصطلاح بیت باکس انجام میداد یه بار انجام بده دوباره تنهایی خیلی ریتم کند کرده بودی ايوه لحظه هذه انا ظننت انها من الاستوديو حتى احنا ظننا والله حتى احنا ظننا قاعد لو سمحت لا غيرها ايش از ديه هم الريتم انك قاعد بيت باكس بزن ايشون بخونه اره اره اي نعم 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 قول أنا بيخونا بلاش أنا بيخونا أنت ابدأ أنا أتبعه لا أنت تقرأ هو أخاف ألا يتبع لا 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 هو متناسب مع ريت أخاف ألا يتبع يتبعك يتبعك أستاذ رضوان طيب يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على روح يا قامي الروح خد لك جرعة من زمزم روح انزل يوم يا قامي الروح خد لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبات بدي وانا مالي ومالي العيبات طب ما ينفع بس لحالة هي اخرك كمل يا سلام سلم. يا سلام طب انا احاول ان اقلده قولوا شيء قولوا شيء شما شيء بخونيد خودش الان ايشونو تقلد میکنه قولو. چیزی بخونید شما شما بخونید قولو همون که خوندی رو بخونید واحد بس يعني واحد يقول قول على الميكروفون على الميكروفون تفضل كولا شو اي شيء اي شيء يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هاوية يا زكي شكرا يلا خلنا نرجع تعال قاری نخبه رو میخوام دعوت بکنم دندان پزشک عضو جامعه الیت و نخبه این کشور و به ما نشون میده که هیچ منافاتی نداره تحصیلات عالی موفقیت در عرصه‌های اجتماعی با تلاوت قرآن و نمره یک بودن در عرصه قرآن جناب آقای دکتر مسعود نیکدستی عزیز خب آقای دکتر نیکدستی عزیز بخونید برامون از کجا تلاوت میکنید؟ با افتخار خدمت سلامت باشین سوره مبارکه اسراء رو تلاوت میکنم آیات بسیار
معروفی هست که شاید خیلی از دوستان حفظ باشن آیاتش رو، در زندگی خودمون هم میتونیم استفاده بکنیم آیات رو، انشالله که مورد قبولی از بار تعالی قرار بگیره. بسم الله بفرمایید. یه صلوات محمدی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحمد لله. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. يا سلام سلم. ما شاء الله. ما شاء الله يا دكتور. ما شاء الله. جميل جميل. يعني أشعر أنني أمام ملك المقامات ما شاء الله، يتنقل من مقام إلى مقام بكل جمال. تبارك الله. ما شاء الله. آقا چند ساله که شما حرفه‌ای قرائت می‌کنی؟ والله خدمت عرضم که نمیشه گفت که حرفه‌ای هم هستیم الان، اما پیر شاگرد قرآنیم دیگه از 8 سالگی. از 8 سالگی. بله بله. و این که الان شما یک پزشک موفقی، دندان پزشک موفقی، و من میدونم که یک کارآفرین موفقین، خیلی ها بالاخره به واسطه تلاش شما دارن رزق و روزی خونه میبرن و در کنارش قرآن رو این گونه تلاوت میکنین، وجهه اجتماعیش چیه؟ یعنی مردم نگاهشون به این ماجرا چیه؟ والا این یه سوالیه که واقعا جوابش رو همه میدونن و این ممزوج کردن بحث تلاوت قرآن و اینکه خدا رو شکر می‌کنیم که ما در کنار قرآن بین مردم معرفی شدیم، این خیلی اعتماد مردم رو تو کارهای جانبی که بنده دارم خیلی مشهود کرده. یعنی بیمار وقتی که میاد و به من مراجعه می‌کنه جهت درمان دندون پزشکی، میدونه داره پیش کی میاد دیگه. طبعا 99% میدونن. توی اونجایی که تبابت می‌کنم در اصفهان میشه گفت که 90 تا 99% مردم میدونن که بنده یک دندان پزشک قاری هستم و بهتر بگم یک قاری دندان پزشک هستم.
بله. احسنت. و احتمالاً به اعتبار قرآن اعتمادشون اینگونه به شما بیشتره و اتفاقاً کار شما سخت‌تره. یعنی از این جهت کار شما سخت‌تره. بله. من خودم سعی می‌کنم که حفظ آبرو بشه برای کسی که میاد به من مراجعه می‌کنه. من کارش رو در کمال اکمال اون چیزی که بلد هستم. حالا خیلی موقعاً به بیماران مثال می‌زنم، میگم که حالا بحثای مالی تو بحث دندون پزشکی هست، میگم اگه کسی هم هزینش رو نداشته باشه، اون هنری که من بلد باشم برای درمانش رو انجام میدم. حالا اون دیگه بحث مباحث جانبیش رو میگم، حتی اگه دشمن خودم هم بیاد زیر دستم، خیلی موقع هست که طرف میگه که خب حالا بذار اینجا من جبران کنم. اما این حالت رو من سعی میکنم که اصلا تو بحث کاریم انجام نشه. من خودم یه خاطره در مورد همین دندون پزشکی دارم، خیلی شاید خنده دار باشه. حالا دو تا ذکر خاطره هست، یکیش مربوط به خود سوری است که حالا با جناب استاد رضوان درویش اینو مطرح میکنم. اما خب بعضی موقع من موقعی که دارم تلاوت میکنم تو مطب، خاطره شیرینه که بعضی موقع تلاوت خودم از شبکه اصفهان توی پذیرش و توی تلویزیونی که تو پذیرش نصبه در حال پخشه، خودم هم اونجا چی؟ مشغول به تلاواتم. خیلی از بیمارا بعضن نمیدونن که این تلاوت ها به صورت ضبطی هست و خیلی جالبه که بعضی ما مراجعه میکنن به موشی، میگن آقای دکتر که الان داره تلاوت میکنه، الان کیه داره اینجا درمان میکنه؟ میگن نه اینا ضبط شده. خب منم یه ببخشید، آیاتی که خوندن آقای دکتر نیکدستی از شاخصترین آیات قرآن. یک نکتهش اینه که بعضیا فکر کردن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، ترجمه قل جاء الحق و زهق الباطله. این نیست. اینجا میگه جاء الحق و زهق الباطل، نه اینکه دیو بره بیرون فرشته میاد تو، نه خیر، باید جریان حق اول بیاد. او که بیاد مثل یک سوزنی به یک بادکنکی میخوره، اونو میترکونه، نه اینکه ما منتظر باشیم که این تشریف ببره بیرون تا جریان حق تشریف بیاره داخل. نه خیلی اینجوری نیست. جریان حق باید بیاد. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یکی از چیزهای دیگه‌ای که این آیات داره، قرآن برای همه خوب نیست. قرآن برای دل آماده خوبه. شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر اون قلب پذیرایی نباشه، اتفاقا همین یعنی نجاست داشته باشه، این آبو بریزی روی یه چیز نجس، اتفاقا بوگندش بیشتر در میاد. انما انت منذر من یخشاها، کسی که قلبش این چیزا رو آمادگی داره بپذیره، اون موقع این استفاده میکنه از قرآن، وگرنه اتفاقا بر خسارت و نفرت و نفورش اضافه می شود. قلب آماده باید ببریم پیش. خیلی ممنونم. خیلی عمالی درجه یک. آقای دکتر سپاسگزارم. نکته ای هست؟ نه، این نکته ای که گفتم چون جناب استاد رضوان درویش اهل سوری هستند و اهل تواشیح و اهل خواندن ابتهالات دینی، یه چند سال پیش بود که ما به اتفاق بچه های گروه تواشیح فلق که از گروه های برتر کشوری هستن از در اصفهان، خب فعالیت زیادی هم ما تو این زمینه داشتیم خدا رو شکر، مشرف شدیم جهت تبلیغ در کشور سوریه و مقام حضرت زینب که مرقدشون هست، کنارش یک مسجد هست. و خب قبل از اذان مغرب و عشا، موقعی که می‌خواستیم خلاصه قبل از نماز جماعت مردم که می‌مدن، ما تلاوت قرآن و تواشی، یکی از تواشی‌های بسیار معروفی که در سوریه هست، استاد حالا راهنمایی بفرمایید، تواشیه ما بال و قلبی که هست، ما بال و قلبی که عن هوا نازح، ما بال و قلبی که عن هوا في دعوى المحبة مازح، هل أنت في دعوى المحبة؟
محبتي مازح. كم ذا تحن 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 لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح. كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح. ممنونم آقای دکتر نیک‌دستی عزیز. تشویق بکنید آقای دکتر رو. امام حسین علیه السلام فرمود که احتیاج مردم به شما موهبت خداست. فرار نکنیم از این موهبت. بد ندونیم این عنایت رو. سفره‌ای که پهن میشه و سر اون سفره غذای گرم میاد و خیلیا که هنوز تو همین جامعه هستند که از نعمت همین غذای گرم محرومن میشینن، وقتی یه دعا میکنن و این دعا رو به آسمون میره، برای دنیا و عقبای همه ماها بسه. ممکنه خیلی ها انتقاد بکنن چرا مارمزون رو انتخاب کردین برای کمک گرفتن، چرا هر مارمزون به مردم میگین کمک کنن؟ برای اینکه المپیکشه، فستیوالشه. خدا یکی رو 10 تا حساب میکنه، یه قدم رو 100 قدم به حساب میاره. مارمزون وقتشه مردم. 3 تا 12 مربع، طرح اطعام مهدوی، قراره که بسته های غذای گرم رو به دست نیازمندا برسونه. تو جاهایی هم که سخته و مسیر مشکله برای رفتن، بسته های معیشتی رو به دستشون میرسونه. 3 تا 12 مربع، این کد دستوری رو همین الان هر کی هر جا هست تلفن همراهش رو برداره، به قدر وسع، واقعا اندازش مهم نیست، مبلغش مهم نیست، مشارکت در این طرح مهمه. 3 تا 12 مربع رو بگیرین، بقیه دستورالعمل میاد و هر چقدر که کرمتونه بسم الله بگید. خیلی مخلصیم. خدا کیسه هر کسی که در راهش داره کمک میکنه رو پر کنه. دست دهنده تا ابد پیش نامرد دراز نشه و دست دهنده تا ابد محتاج نباشه. مخلصیم. کسی مهمانمونه که نمره 1 تو کار خودش، ناماشناست و در مجامع مختلف بین المللی حضور داشته. استاد دکتر مهدی دقاقله رو تشریف بردارم. آقا سلام علیکم. اقرار بسم ربی که یا مرسل یا ایها المدثر المزمل جبریل جا قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل. اقرار بسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق. اهلا اهلا اهلا، خوش آمدین آقای دکتر. یا اهلا بجناب الدكتور مشتاقین، هسه مال شبقه هيكون. خوش آمدین، خوش آمدین. شكرا جزيلا، حيا الله الدكتور. اهلا اهلا اهلا، خواهش میکنم. خوش آمدین آقا. قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه حضار محترم و همچنین بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خداوند متعال این توفیق رو داد که خدمت شما برسم. آقا ما میخوایم از صدای شما استفاده کنیم. در خدمتیم. چی میخونین برامون؟ هر چه که دستور بدید ما آماده هستیم. ما مخلصیم. تنهایی بخونم استاد؟ ما گروهیم آخه. آخه گروه واقعا راست. خب چرا تنها اومدی؟ خب برادر آوردیم آقا. داداشم حاج ناصر، دکتر ناصر دقاقله باید تو جمعیت باشن. تشویق بکنید آقای ناصر. ماشاءالله دکتر ناصر. به به به. خوش آمدید. مخلصیم. بفرما حاج ناصر. همراهی. ما یه کاری از گروه استقلال اهواز شنیدم سال 78 میلادی چقدر میشه؟
حالا میلادیشو بعد نصب کن نیستم الله اون من هم میده همون میشه. بعدش سفر کردم به آلمان دو ماه اونجا تنها بودم و هر روز این کار رو گوش میکردم و به قدری علاقه دارم به این کار شاید یادشون نباشه. من فقط یه جمله شو براتون میخونم. سمی الله. يا عابرا للزهور في كل الصبح المدى بقيه شو بلد نسكن يا عابرا للزهور يا من هي مغش بلد نسكن نغمه ذهن كل صبح المدى يا مثالا في الجمال ايها دقاقله کار گروه رو انجام دادن. البته جدی دارم میگم دو نفری کار یک گروه رو انجام دادن. من دوست داشتم صدای کار عشیره رو کرد. عشیره رو عبالک عشیره. آره. ولی حس الله کامل الله منتقل الله. شد آقای عمل عشیره کن. حضورتون خیلی شیرین بود. خیلی بابرکت بود. من خیلی خوشحال هستم و تشکر. انا اريد ان اطلب منهما كذلك يعني شيء مشح كذلك. ما لي حصة يعني اطلب. أستاذ سالم تفضل أطلب منهم كذلك مو مشكلة تفضل يعني إذا في شيء قصيدة شامية أنت بتعرفها وبشارك معكم شو في قصيدة تعرفها مش دركان يكار مخالف انزل وياهم روح وياهم يلا تفضل تفضل أما قلبي رياضة رياضة أستاذ ربوع رياضة رياضة ذكر النبي المختار دام ممکنه که خیلی ها رو سر کیف بیاره، سر ذوق بیاره که با هم قرآن بخونن. شما اجراهای ما رو تو برنامه میبینید، ممکنه ترغیب بشین، تشویق بشین، تو خونتون همچین کاری بکنین یا تو حسینیه محلتون، تکیه، مسجد، مهمونیای قبل افطار، بزمای مارمزونی، دور هم نشستنا، تو همه این شکلگیری جمعهای خودمونی اگه قرآن خوندین
برای نشر خوبیا ویدیوش رو برای ما بفرستین. میدونین قرآن خوندن یعنی انتشار خیر و برکت و رحمت. ویدیوها رو برای ما بفرستین به این درگاه‌هایی که الان رفقای من دارن براتون زیرنویس میکنن تو فضای مجازی و ما به بهتریناش هدیه میدیم. اسمشو گذاشتیم پویش مردمی آرمان. امیدوارم همتون منتشر کننده خیر باشین. خیلی مخلصیم. خب کسی رو میخوام دعوت بکنم که نیاز به معرفی من نداره. همه ایران او رو میشناسند، کشورهای مختلف عربی او رو میشناسند. قاری ناماشنای بین المللی، مرد خوش اخلاق، خوش صدا، با صفا، استاد محمد رضا پورزرگری. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. ارادتمندم. خیلی مخلصم. خوش اومدید. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. والله هلا. يا اهلا ومرحبا. اهلا اهلا. اهلا 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 اهلا. شرفتم. خوش آمدین استاد. السلام علیکم. السلام ورحمة الله وبركاته. آقا من میخوام سکوت کنم. اساتید موافقی؟ آقای پورزرگری شروع کنن بعد دیگه گپ بزنیم. انشاءالله. موافقی؟ هر کی محمد و آل محمد رو دوست داره بلند صلوات بفرسته. الله صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. يا الله. ويخرون للأذقان يبكون. الله ويخرون Yeah.
يسلم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. حلو بعدك شباب لا باسمي ولا حامد جون لازمش قوم بکنه دیگه طيب الله طيب زایری جان این گفتید وکبر و تکبیر ما منتظر بودیم الله اکبر هم بگید و یک سوره قصار از ملاحظه وقتو کردن غالبا این کارو انجام میدن وکبر و تکبیر الله اکبر او استفاده کردید آقا خیلی با شما رفیق آقای پور زرگری ممکن این اعطیناک الکوثر الله اکبر این اعطیناک الکوثر ممکن و کبیر و تکبیر البته چون من شاطبیه میخونم تکبیر نداره ولی خب حالا اینجا تقاضا فرمودین بله آقا شاطبی فامیل ایشونه حتی تو دید الله من مجبورم که این بخشو مصباح سلام سلي الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك چه دوست داره این هستن ایوه شما از این تیکای بعدم بخونید صدق الله العلي العظيم الله الله احسنتم صل على محمد وآل محمد عجزة خيلي احسنتم خيلي عليم خيلي خيلي معلوم ما شاء الله نفست گرم آج من حسن دست ما گرم سنتون الان 90 و چنده؟ نداشتیم سن نداشتیم من رو سربازی ندارم نصف عکسای صفحه آقای ابوالقاسمی با آقای پورزرگریه دیگه خب آقای ابوالقاسمی پدرشونه دیگه لا لا حسن الک 35 سال از ایشون بزرگتره شما از من من کوچیک‌ترم دیگه حالا خودت واقعا چند سالته
خب داشتیم من دیدم به سرنا موهاتو رنگ میکردم مشکی نه بابا که آره دیگه همین الان لا والله مشکی آقا ترکلاقی شما یه خود از سفراتون با آقای پوزرگی ایشون خیلی جوان بوده من اومدم دیدن استاد شهاد بچگیم بود میگه بچگیم بوده آره. میگه ولی اونجا ازت عکس دارم از 2000 رو قول داده که عکس به من نشون بده من فقط نشون میدم خب اگه بچه‌ها این عکس آماده هست برای به حسن کدومی خب ببین از همون موقع ببین حالا مثلا شما الان با آقای پورزرگری 90 سال خدا وکیل شهاد شهاد آقای پورزرگری شهاد آقای امام جمعه آقای... وسطی نه آقای تاجزاده آقای تاجزاده 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 شهاد حسنه اینو ببین ببین من چقدر بودم تو این عکس شما تقریبا 60 تو نمیدونم چند بودی بابا ببین نگاه کن دقیق نگاه کن آقا پاسپورت ایشونو بردارین بیارین جوان‌تر از حالا فرق نمیکنه پاس کار خود شما حسنه اینو بعد بیار ان شاء الله همتون زنده باشین پاینده باشین زیر سایه قرآن و اهل بیت. شما اسمم آقای بوزن یعنی خیلی خوش تیپه. خب منم میشه ماشاءالله فرزندم میگه ماشاءالله فرزندم میگه بابا میخوای کوچارو بخری لباس فری با آقای پورزنگری برو. خب بعد آقای بوزن یه عکس با حامد گرفتم نشوندم گفت با حامد نری یه وقت باز این ضد خاطره بود برام دیگه یه جا باید میگفتم ده یه جا گیر کرده بود حالا بعد اگه یه جا جواب داد شما بدون که داره جواب چی رو میده به افتخار استاد پورزرگری به افتخار میزبانان عزیزمون و افتخار خودتون آقا خیلی ممنون ماشاءالله من هم تشکر میکنم از شما و هم عرض کنم که بزار محترم هم اساتید بزرگوار این دقایقی که مهمانتون بودن تحمل فرمودین هم از ملت عزیزمون هم تشکر میکنم از شبکه سه سیما هستن که یک همچین برنامه خوب و بانشات و دیدنی و پرمحتوا رو تدبیر کردن و عرض کنم که براش وقت گذاشتن هزینه کردن همه کسانی که حمایت کردن و همراهی کردن به سهم خودم به عنوان یکی از اعضای بسیار کوچک جامعه قرآنی و امیدوارم که انشالله خداوند روز به روز بر اطلاع اسلام، قرآن، معارف اهل بیت، معارف اسلام و انشالله جمهوری اسلامی ایران بیفزاید و ملت ایران در همه عالم انشالله همواره سربلند بشه خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم ممنونم دم شما گرم آقای پوزرگری خوشحال میکردیم اراده بدیم بزنم دوباره یه ذره اون میلایی که من زدم اینا کوچیک‌تر بود و اگه الان مرشد داشتیم بازم میزنم نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خیلی جای همتون خالی
جذاب، خیلی باصفا است. اون که من دیدم جالب بود و دوست داشتم فرصت بیشتری داشتم و میتونستم تمام اون غرفه ها رو ببینم با همه افراد مثلا مواجه بشم، بپرسم ببینم چه خبره، چی آوردن، انتشارات مختلف که اومدن، قرآنایی که آوردن ببینم. ما جذب داشتیم، جذب باشه. چطور جذبی؟ جذب در گرفته از اون شور و نشاط قرآن. یعنی مردم اصلا باورشون نمیشه. البته این شاید مقصر افرادی مثل ما بودیم که نتونستیم اون زیبایی قرآن، اون داستانی که در زندگیمون میگذره، یعنی اون نشاطی که در زندگیمون هست، بروز و ظهور بدیم. اما محفل این کار رو با ما کرد. محفل نشاط آورد سر سفره دل مردم. برخورد رضایتمندانه مردم و مواجه شدنشون با من نشون میده که محفل که مثل اون کاری که میخواست انجام بده رو انجام بده. و عده بسیاری در همه اقشار و همه سنین تقریبا با همه سلیقه‌ها، اونایی که دیدن جذب محفل شدن و من خدا رو شکر کنم که این برنامه خوب و عظیم تولید شد و پخش شد و ثابت شد که مردم کشور ما به شدت به قرآن علاقه دارن و اگر فعالیت های قرآنی خوب ارائه بشه اون جاذبه خودش همیشه داره و انشالله سالهای دیگه هم محفل تکرار بشه و مردم استفاده کنن. امیدوارم خداوند این توفیق رو به ما بده که این برنامه تداوم داشته باشه، چه من باشم چه من نباشم، هر عزیزی که باشه خداوند توفیق بده برای رسیدن به اون هدف بزرگ. خیلی خیلی دوستتون دارم. مهمانی دارم از جایی که کعبه آمال همه شما هاست، آستانه حضرت موسی بن جعفر و آقا جواد الائمه. دعوت کنم از جناب رافع العامری از کشور عراق. سلام علیکم حبیب. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل جناب رافع العامری. به عطر حرم باب الحوائج معطرن، این اول. دو، شماها حس کنید که کسی می ایسته بر مأذنه های کاظمین و اذان میگه. حالا ایشون روبروی شما ایستاده و تلاوت آیاتی از قرآن رو میخوایم بسپریم به جناب رافع العامری. آقای موزری، نمیخوای بگی پدر و پسر امام رضا؟ پدر و پسر الهی قربونشون، الهی قربونشون برم، الهی قربون این پدر و پسر، الهی قربون خود امام رضا. چه خوب گفتین، دم شما گرم. تفضل حبیبی. شکرم. سلامتیشون یه صلوات بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. حالا به رسم میهمان نوازی تشویقشون بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله 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 يا رب. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
الله شيخ رافع ما شاء الله 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 ان شاء الله يا دكتور. آمن الرسول بما أحسن دكتور رافع ما شاء الله كأنه صوت حبيب. من السماء ما شاء الله ما شاء الله الله ما شاء الله لطيف شوف هنا أنا. الله ما شاء الله الله لا لا تبكي اللهم صل على محمد وقتی که بر معزنه های حرم آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه می ایستن کسی که خیلی بهش التماس دعا میگن حرم باب الحوائج قبله شیعیان پدر امام رضا ایرانی هاست وقتی می ایستن برای اذان آیا این ادعیه پیش چشمشون میاد حسشون حالشون اشرح لنا احوالك عندما انت تقوم وقتی میخوان اذان بگن عندما يريد ان تؤذن طبعا الاذان في حرم الأئمة سلام الله عليهم طبعا أذان قفتن در حرم آقا موسی بن جعفر هذا شرف وتوفيق لكل شرف وتوفيقية لكل قارئ ومؤذن وأنا أذان قوياندي سبحان الله أبدا أتحدث عن هذه الحادثة باختصار أني ولدت في الكاظمية المقدسة كانت المستشفى هي قريب من حرم إمارسان نزدك حرم موسی بن جعفر فكان والدي ينتظر هذه الولادة ف بشره أو بشرته الدكتورة بأنه جاءك ابن ولد فكان الأذان يرفع في هذه المأذنة العظيمة يعني هو حسب ما ذكر أنه سماني بهذا الاسم فسبحان الله لأن الأذان قد يعني رفع في هذه اللحظات يدور الزمن وأصبح أنا الذي يرفع الأذان ما شاء الله ما شاء الله لكن إحساس جميل ورائع أهم شيء عندما تؤذن في حضرة المعصوم أن تذهب إليه وتستأذنه من قبل أن تذهب إلى التلاوة وال. حالا قشنگی از اون گفتن اینه که قبل از اینکه بخوای اذان بگی تو در محضر امام هستی اذان میگی. الأمر الثاني تستشعر أنه يسمعك. و امر دوم اینه که میبینی که آقا میشنوه اون صدای اذان تو رو امام معصوم میشنوه. وقد يعني صادف في احد مرات اني عندما يعني طلب مني ان ارفع الاذان في حضرة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وصلت الى المقطع اشهد ان علي ولي الله كأني أسمعه يقول نعم أنا ولي ونعم وقتی که صدای این اذان رو میگم این اجابت آقا امیرالمومنین گویا میشنوم
فلا يمكن أن يوصف الشعور لدى القارئ والمؤذن من حال خدم عندما تكون خادما للأئمة سلام الله عليهم وترفع الأذان في حضرتهم. هم خادم الحرم هستم هم أزام ديگه بالصدا در حرم پخش بشه. وأنت تقول في الزيارة أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. فراسا از زيارت هو يسمعك. برام یادآور میشه که امام صدای منو میشنود و جواب سلام من رو میدهد و با حال و حس عجیبی از آن رو میگه. فكأنه يقول هؤلاء ضيوفي من كل دول العالم اخدموهم ارفعوا لهم الاذان باحلى الاصوات اقرأوا لهم بكل خشوع. كأنه گفته میشه که با بهترین حالت خاضعانه شعانه از آن رو بگید و با بهترین صوت این رو اجرا بکنید. عظیم خواستم داشته جان شما فهمیدن که وقتی تو حرم امام معصوم می‌خوایم بخونیم میریم از امام اجازه می‌گیریم. یکی از جاودانه‌ترین تلاوت‌های استاد عبدالباسط که در کاظمین خونده شده سوره حشر معروفش لو انزلنا که تقریبا همه اونو می‌دونن و می‌شناسن حتی مردم عادی هم اونو حفظن. تو کاظمین خونده شده و عبدالباسط میگه من شاید که دلایل جاودانگی این تلاوت و اینکه اکثر قاریان ایرانی با این تلاوت آشنا هستن با این تلاوت شروع کردن در دهه 40 میگه من اذن گرفتم از امام کاظم که تلاوت بکنم و به خاطر اون تلاوتم خوب شد. شرف مکان خیلی مهمه. خاطر عبدالباسط از اون محل. آره. دوباره حشر رو ازش خواستن از عبدالباسط. گفت اینو دیگه خاطره. نمیتونم بکنم. نمیشه دیگه. قرأتها امام امامین عظیمین. نعم. ان فی ایام دهرکم نفحات. نعم. آره. یه بار میشه. من یه خاطره ای دارم از جناب العامری که میخوام اون خاطره رو با ایشون مرور بکنم. یه چند ثانیه رو بفرمایید که میخوام براشون پخش کنیم و فقط ایشون بشنون. الله 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 هذا صوت كان استاذ هذا صوت المنشاوي عندما كان صغيرا هذا تقريبا عمره يعني 9 سنوات بس هذه خاطره ايشون ابو القاسمي ماست خاطره داره من بچه بودم صدا عبد المصطفی خیلی دوست داشتم حالا که صدایشون پخش شد یادم افتاد بعد میشستم توی خونه میخوندم خیلی بد بود گوش که می‌کردنم خیلی فاصله است. نوار قاریان مصری غالبا توی محافلی خونده شده که کنار خیابون بوده بوق ماشین. آره بوق ماشین و اینا. سر صدا هست. من فکر می‌کنم زیبایی تلاوت عبدالباسط یکی از دلایلش همون سر و صدا هست. ولی چون من تو خونه ضبط می‌کنم قشنگ نمیشه. ضبط صوت رو برداشتم خونه ما هم کنار خیابون بود. رفتم پشت بوم گرفتم لب خیابون نه که وقتی که دارم میخونم صدای ترافیک و بوق ماشین هم بیاد شاید خوندنم قشنگ میشه یه دور خوندنم نه خیلی قشنگ نشد بیشتر رفتم سمت چیز داشتم میافتادم یا آقای گفت بچه براقم نمیخواد قرآن بخونی فقط مواظبش نیفتی پایین حالا ایشون که صداش پخش شد خیلی قشنگ بود که عراقی برامون بخونید شما ترجمه کنید آقای بوزری خیلی قشنگه بس عراقي عراقي تقرانا تقرانا عراقي عراقي مو تقرانا هاي مال اوقف قل لنا ما اسم النغم ما اسم المقام اسم المقام صبي مثلا او الصبي نعم يلا صبي صبي مقام عراقي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله الله درسته آره ساله خودشه مسلطه به صوتش یعنی میشناسه خب ما به آقا موسی بن جعفر خیلی مدیونیم این که دارم میگم ما یعنی ما ایرانی ها گفت خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر زیر دین 14 معصوم هم اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر گردنم در زیر دین آن امامی هست که داده در ایران ما توبای او بر بیشتر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم ولی نعمتمون امام رضا در مشهد حضرت شاه چراغ در شیراز حضرت صالح ابن موسی در تهران
و فرزندان موسی بن جعفر که در این خاک آرمیده اند. هر گوشه ای سر میکنی امامزاده ای که به این تبار میرسه پناه مردمه. حالا که حرف اون سوره حشر و اون تلاوت به یاد ماندنی در حرم آقا موسی بن جعفر شد، من میخوام نگذرم. هر کدوم از اساتید آماده اند اون آیات رو برامون بخونن به یاد اون تلاوت تاریخی در حرم آقا موسی بن جعفر. بسم الله. لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أحسنت أحسنت. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا كلام الله. الله الله الله. آقای عبدالقادر الكاظمی، آقای قاسمیان، حامد جان، جناب حسنین، جناب درویش، اصلا یه جوری آیه رو فهم کرده که تو حس میکنی که آقا این باره رو انگار رو کوه گذاشتن، بعد سنگینی میکنه، بعد این کوه ها خاش. چقدر سخته این کار، شما بهتر میتونین بگین. خب میدونین ما یه کتابی داریم به نام قتل القرآن، کسانی که در موقع استماع تلاوت بیهوش شدن و بعضیشون فوت کردن از شدت ذوق ها، که اون یا ایتها النفس المطمئنه که عبدالباسط در آخر تلاوت میخونه به مناسبت فوت اون شخص میخونه، که الان معروف شده همه جا، یا ایتو نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه، الله معروفه به خاطر اون خونده شده. استاد دکتر العامری بسیار ممنونم، جلسه ما رو و امشب ما رو به یک سمت و سوی دیگری برد. امیدوارم که سلامت و برقرار باشن. حیاکم الله. شکرت. تشویق بکنید یه بار دیگه. ممنونم ازم. اشکرت حبیب. سلام. سلام. تو انقدر مهربونی که اصلا حساب کتاب دیوان محاسباتت رو کسی بلد نیست. آخه یهو یه کوهی از گناه رو میبخشی و تبدیل به کار خیر و حسنه و نیکی میکنی. من این مارمزونیه رو مهربونیت حساب کردم، خرابم نکن. خداحافظ مردم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار المؤخر الأول الآخر الظاهر البارئ
السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك پروردگار و فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما قلب مبارک اون حضرت از ما و اخلاق و رفتارمون راضی و خوشنود بدار پروردگارا ما را از منتظرین راست قامت و ثابت قدم حضرتشون قرار بده ارواح پاک طیبه و طاهره شهدا روح مطهر و ملکوتی حضرت امام و دو یادگارشون گذشتگان از این کاروان طریق نور و رحمتت بفرما ما رو در ادامه راهشون موفق و مشمول دعای خیرشون قرار بده پروردگارا ما خود را لایق نمی بینیم به حرمت حسین ابن علی ما رو از برکات فیوزات این ایام بهره مند اون بدار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.